سلام و درود، مرتضی خوشقلب هستم، نوازنده کمپانی کیتا پنتا. همراهتون هستیم با آموزش دوره مقدماتی ساز هندپن یا پنتام که در ایران به اشتباه با نام تجاری هنگ درام جا افتاده. همونطور که میدونید مثل همه سازهای دیگه این ساز با دست کوک میشه و بسیار ساز حساسیه. کوچکترین ضربه اشتباه میتونه از کوک خارجش بکنه. الان که دارید این ویدیو رو مشاهده میکنید به این معنی هستش که ساز به دستتون رسیده، از توی بسته بندی خارجش کردید. مبارکتون باشه. مرسی که به کمپانی ما اعتماد کردید. امیدوارم این دوره آموزشی مقدماتی موثر واقع بشه براتون. در ادامه با یه سری علائم روبرو میشید که من براتون توضیح میدم به چه معنیه. ال به معنی دست چپ هستش، آر به معنی دست راست هستش، اس به معنی اسلپه و دی به معنی دینگ. براتون کامل توضیح داده میشه که هر کدوم از اینا به چه صورت هستن. دوستان باید حواستون باشه که موقع نواختن ساز انگشتر، دستبند و ساعت رو از دستتون باز بکنید. دوستان میخوام راجع به درست نشستن با ساز بهتون توضیح بدم. بهترین حالت و راحت‌ترین حالت اینه که روی صندلی بشینید و ساز روی پاهاتون باشه. برای دوستانی که سپایه ندارن، زیر ساز یک سوراخی هست به اسم گو. فاصله بین دوتا پاهاتون باید اندازه چپ و راست گو باشه. پس گو رو قرار میدید بین دوتا زانوهاتون. به جای اینکه پا رو به بغل باز بکنید، رو به جلو باز میکنید. اندازه‌ای که ساز استیبل روی پاتون قرار بگیره. کمر صاف و به راحتی به تمرینتون ادامه میدید. برای دوستانی هم که راحت نیستن روی صندلی تمرین بکنن، میتونن روی زمین به صورت چهار زانو بشینن، ولی چهار زانو بسته نه، پاهاشون یه مقدار باز باشه که ساز بین دوتا پاهاشون قرار بگیره.